توی پارت معرف پروژه من گفتم که دو تا مکانیزم میتونیم استفاده کنیم برای ساخت این دستگاه تفکیک توپهای پلاستیکی رنگی، که یکی از این مکانیزم ها دو تا استپر موتور لازم داشت، اون یکی یه استپر موتور با یک سرو موتور. هنوزم که هنوزه من تصمیم قطعی نگرفتن که کدوم یکی از این مکانیزم ها رو استفاده کنم. برای همین هر دو تا موتور رو توی این ویدیو میخوام بهت آموزش بدم، ببینی که اینا چطور کار میکنن، تا توی پارت ساخت و برنامه نویسی دیگه ابهامی برات وجود نداشته باشه. این ویدیو رو تا آخر ببین. این استپر موتوری که من توی این پروژه میخوام استفاده بکنم 24 ولتیه، یعنی با 24 ولت کار میکنه. در نتیجه تغذیه کل مدارمون رو ما باید 24 ولت در نظر بگیریم که بشه این موتور رو چرخوند. و از طرفی ما میکروکنترلر و قسمت‌های دیجیتالی داریم که با 5 ولت کار میکنن، پس نیاز به 5 ولت هم داریم. چطور به دستش بیاریم؟ راه ساده اینه که یه منبع تغذیه 5 ولتی دیگه بیاریم وصل بکنیم. البته عقلانی نیست دیگه. ما میتونیم از یک IC7805 که یه رگولاتور 5 ولته استفاده کنیم، به راحتی ولتاژ 5 ولت رو بدیم به میکروکنترلر. توی پارت بعدی میبینی که من چطور این رو استفاده خواهم کرد توی پارت ساخت و برنامه نویسی. خب از طرفی این استپر موتور ما 5 تا سیم داره، یک سیم مشترک با 4 تا سیم کنترلی. سیم مشترک معمولا یا سیاه رنگه یا سفید رنگه، معمولا میگم، و ممکنه شما یه استپر موتور پیدا بکنید سیم مشترکش مثلا سرمه‌ای باشه یا مثلا بنفش باشه، هر چیز دیگه‌ای باشه. خب این به کنار. از طرفی سیم‌های کنترلی دوتا هم رنگن، مثلا دوتاش قرمز دوتاش سبز، مثلا دوتاش آبی دوتاش مثلا نارنجی. خب اینا دوتا با هم رنگن. از روی این هم میتونید که به دست بیارید ببینید که کدوم یکی مشترکه کدوم‌ها غیر مشترکن. خب معمولا ما میایم اون سیم مشترک رو وصل میکنیم به ولتاژ بالا، مثلا این 24 ولتی وصل میکنیم به 24 ولت و از پایه های غیر مشترک 0 ولت رو بهش میدیم. حالا میتونیم برعکس بکنیم، ما مثلا بیایم اون پایه مشترک رو وصل بکنیم به 0، از پایه های غیر مشترک بیایم مثلا 24 ولت بدیم. معمولا این شکلی راحت تره که 24 رو بدیم به پایه مشترک، اون یکی رو صفرشون بکنیم با استفاده از حالا ترانزیستور یا بعضیا میان درایور موتور میذارن. من از ترانزیستور استفاده میکنم، خیلی هم راضیم. شما میتونید که از همین درایورش استفاده بکنید. ببین این شکلی این استپر موتورمه، این محورشه، این همون دایره ایه که بهش وصله، هولدرم داره روش. خب این از این استپر موتورم 5 تا سیم داشت. این پایه مشترک که سفید رنگه وصل میکنم به 24 ولت، این پایه ها رو باید بهشون سیگنال بدم، یعنی 0 ولت بدم قطع بکنم تا بتونم که این موتور رو بچرخونم. البته سیگنال تنها کافی نیست، این سیگنال جریان میکشه، باید بتونی جریانش هم تامین بکنی. خب راه سادهش استفاده از یک ترانزیستور دارلینگتون TIP122 که من یک ارادت خاصی بهش دارم، یعنی بین ترانزیستورها من اینو خیلی اصلا دوستش دارم و اصلا خیلی علاقه دیگه نگم براتون. ببین میام این پایه رو این شکلی وصل میکنم، این 4 تا پایه رو به 4 تا ترانزیستور وصل میکنم. این نقطه رو ببین، پایه بیس رو با یک مقاومت وصل میکنم به میکروکنترلر. شما فرض کن این میکروکنترلرته، امیدوارم توی تصویر دیده بشه، دیدم نشه میگم دیگه بهت. این 4 تا پایه رو وصل میکنی به میکروکنترلر. قبلا هم این ساختار رو من چند بار رسم کردم داخل پیج، اونایی که قدیمی هن چند بار دیدن این قضیه رو. شما هم میتونید برگردید پست‌های قبلی رو ببینید که قشنگتر متوجه بشید من دارم چی کار میکنم. خب این از این نحوه عمل کرده یا راه اندازی استپر موتور هست توی این پروژمون. حالا از طرفی ممکنه که ما یک سرو موتور استفاده بکنیم یا شاید هم استفاده نکنیم. من در موردش یک توضیح جزئی میدم و رد میشم. در مورد سرو موتور هم قبلا پست های زیادی داشتیم، حداقل دو بار من در موردش توضیح مفصل دادم. این هم فرض کن یک سرو موتور، محورش اینجا 3 تا سیم داره، قرمز، قهوه‌ای، نارنجی. قرمز رو به 5 ولت وصل میکنید،
قهوه‌ای رو به 0 ولت و از نارنجی میایید یک پالسی بهش میدید که میکرو کنترل این پالس رو میده دیگه. ببین این شکلی به پایه خروجی میکرو بس میکنید این پایه نارنجی رو و میایم یک پالسی میدیم. حالا این عرض پالسمون کم یا زیاد بودنش تعیین میکنه که محور این سرو موتورمون کجا وایسته. معمولا حداقل مقداری که میتونیم بدیم 1 میلی ثانیه است، حداکثر مقداری که میتونیم بدیم 2 میلی ثانیه است. خب بین 1 تا 2 هم میتونیم مقدار بدیم، مثلا 1.5 میلی ثانیه، 1.7 میلی ثانیه، 1.65 میلی ثانیه، هر چی که خواستی بین 1 تا 2. بعد این محورش تعیین میکنه، مثلا این میاد اینجا وای میسته یا اینجا وای میسته یا اینجا وای میسته، هر جایی که خواستی. میتونیم یک بازو بهش وصل بکنیم، اون دریچه رو بیاد این شکلی بازو بسته بکنه. حالا ببینیم که کدوم مکانیزم قرار استفاده بشه توی پارت بعدی. ممنونم که این ویدیو رو تا اینجا تماشا کردی، منتظر ویدئوهای بعدی باش که میخوایم دستگاه رو با هم طراحی کنیم و برنامه‌ش هم بنویسیم. تا پارت بعدی، موفق و معید.